تو دوربین کار میکنی. حاضری؟ حتما شما هم شنیدین که میگن حق دادنی نیست، حق گرفتنیست. من معتقدم سینما یاد دادنی نیست، سینما یاد گرفتنیست. 9 سالم بود پدرم فوت کرد. با رفتن پدر مسیر زندگی عوض شد. از نوجوانی زندگیم در مسیری افتاد که بعدها سینما نه فقط عشقم، نه فقط شغلم، یک بخش جدایی ناپذیر از زندگیم شد. منو هم به عنوان مستندساز میشناسن، هم به عنوان فیلمساز سینمای داستانی. شاید در یه دوره دیگری روی سینمای مستند بیشتر صحبت کنیم، ولی در این دوره تمرکزم روی کارگردانی سینمای داستانیه. این حرفا کدومه عزیز من؟ همه آدما که یه جور نیستن. چهارشنبه‌زا، پنجشنبه‌زا، غیر از محمد همه جمعیز. کارات همین جوریه. خواستم ببینم شما چطوری برای بچه‌ها عرض می‌فرستید. بچه بود، دوستش داشتم. کم کم بزرگ شد، شد سایه. یه قلبتی پاپتی رو چه ببین که جای تعلت خانم زن آقا رسول بشه. فروغ بانوی اردیبهشت، تو را در ماه میانی با مرد حسابی، این همه خونه توی شهر ریخته، بند کردی بگه چوز بس خال آنونه که ما معرفت اون از هم ولایتی های من خیلی بالاتره. من هیچیم نیست. نفهمه من با تو حرف زدم. نامه چیه؟ ببخشید خانم، شما شنیدی من میگم خانم بگم من دوستت دارم؟ صرف عشق به سینما، قدم زدن روی فرش قرمز، گرفتن جایزه های بزرگ، محبوب و مشهور شدن، همه سینما نیست. الفبای سینما رو میشه یاد گرفت، ولی فقط با الفبای سینما نمیشه سینماگر شد. رفتن به دانشگاه، مطالعه کتابای تخصصی، شانس تجربه پشت صحنه، هر سینماگری مجموعه این آموخته ها رو از آن خود کرده و در اون صورت تونسته سینماگر بشه. برای رسیدن به این از آن خود شدن سینما، مجموعه آموخته ها، مجموعه تجربیات، مجموعه هر آن چی که شما به دنبال یادگیریش میرین کمک میکنه که سینما رو از آن خود کنه. بشر غیر از مسائل بهداشتی چه مشکلاتی داریم؟ مشکلی نداری و بیکاری نداری، فقر سوختی. من یک نفر بیگزنم کشتگی تو بردم. اگر درگیر مسائل اجتماعی باشین نمیتونید خودتون ایزوله کنین. سینماگر اجتماعی چاره ای جز این نداره که گوشهای بزرگی که 360 درجه رو بشنوه، چشمایی که انگار یک لنز فیشای رو چشمشه و میتونه تمام حیطه خارج از دید طبیعیش رو ببینه. باید این چنین باشه. من این تیکر رو زفتم بعد براتون خواهم گفت که ایده ها رو از کجا پیدا میکنم و چطور پرورش میدم. خواهم گفت راه رسیدن از پژوهش به فیلمنامه چیه. راه های انتخاب بازیگر و کار با بازیگر رو توضیح میدم. میگم که بشنوه، یعنی اعلام میکنم. مثلا یه جوابش اعلام میکنم. دیسک کمر گرفتم. آرتوروز گرفتم. تو نداری؟ تو خودت نداری آرتوروز؟ تو دیکس کمر نداری؟ نظرم رو درباره دوربین، صدا، مونتاژ، طراحی هنری براتون خواهم گفت. آداب شخصی مرتبط با کارم رو براتون مرور خواهم کرد و به شما خواهم گفت چرا معتقدم هیچ فیلمی برای همیشه در هیچ کمدی باقی نمیمونه. این فیلم ها رو شما به کی نشون میدین؟ ها؟ کی میبینه؟ تجربه
تجربه های نیمه تمام و به حساب زمان از دست رفته نمیذارم. اینا رو به حساب تجربیاتی میذارم که حتما به یه شکل دیگه در یک جای دیگه به کارم میاد. خیلی برام جای تعجب داره وقتی یه عده میگن کی فیلم میسازین. من همیشه دارم فیلم میسازم، حتی موقعی که پشت دوربین نیستم. با این همه امتیازی که به واقعیت میدم، هیچ کدوم از فیلمای من و هیچ کدوم از شخصیت‌های فیلمای من ما به ازای 100% واقعی نداره. به این معنا که ما با سینما روبرو هستیم، ما کارمون بازگردان نعل به نعل واقعیت نیست. هر تجربه‌ای هر چند کوچیک با ارزشه، باید موقعیت‌ها رو تبدیل به فرصت کرد. من رخشان بنی اعتماد هستم و این یک صفحه نو درباره کارگردانی سینماست.